یکی از مواردی که انسان ها بر روی زمین درگیر اون هستن دشمنی ها می باشد، که دلیل اصلیش هم که شیطان مدعی برادران که زن و مرد رو، زن و شوهرها رو به جون هم میندازه، دوستان رو به جون هم میندازه، همکاران رو به جون هم میندازه. اینو کار شیطونه. دو تا کشور همسایه هم هستن به جون هم میندازه، هم کلاسیا رو به جون هم میندازه، هم کلیسایی ها رو به جون هم میندازه. بله، ایماندارا رو عجیب به جون هم میندازه. اگر از اون ذات خدا آگاه نباشیم، به راحتی حریف یک ایماندار خواهد شد که آسیب بزنه. و میبینیم که در طول تاریخ قائن و هابیل و همچنین یوسف و برادراش نمونه هایی هستن. و آن کسی که بیشتر در دام این شیطان گرفتار میشه، کسی هست که حاضر نیست ببخشه، کسی هستش که حاضر نیست گذشت کنه، و شیطان او رو تا مرزی میبره برای انتقام، برای اینکه بتونه روی طرز فکر خودش عمل کنه. پس میبینیم بعد از اون خشم و عصبانیت میاد، بدگویی و غیبت میاد و اجازه نمیده که دیگه این شخص نزدیک خدا بشه. چون وقتی ما گناه میکنیم، در گناه هستیم، مسلما حضور خداوند با ما نخواهد بود. و ما تو همین مسیح چه بسا که به جایگاهی برسیم که هیچ آرامشی در ما نباشه، چون تشویق و تحمیل شیطان رو پذیرفتیم که نمیخواهیم ببخشیم. در کتاب لاویان 19:17-18 میخونیم، اعلام میکنه کینه توز نباشید. من از کلام خدا، از قسمت عهد عتیق میخونم، چون این رو بدونیم. گاهی تصور اشتباه بر این هست خدای عهد جدید خدای محبته، اما خدای عهد عتیق خدای خشمه. خیر، اگر ما در عهد عتیق شاهد بر خشم خدا هستیم، علتش این هست. خشم یعنی اعتراض به بی‌عدالتی، چون خدا اعتراضش بر قوم خودش و قوم‌های دیگه‌ای بود که عادلانه عمل نمی‌کردن، حتی با انصاف هم نبودن. پس خدای ما عوض نشده. کینه توز نباشید، اختلاف خود را حل کنید تا دوچار گناه نشوید. پس اگر رفع اختلاف بین افراد نمیشه، این گناهه، این گناهه. حالا شما میگید بعد رسول من طرف رو بخشیدم، اما اون طرف ولکن من نیست، همینطور پشت سر من بد میگه، بدگویی میکنه. رهاش کن، شما ببخش، شما بدگوییشو نگو، حتی بدگوییاشو گوش نکن، چون به داسیب میزنه. بلکه تا دوچار گناه نشوید، بلکه همسایتان را مثل جان خود دوست بدار، زیرا من خداوند خدای شما هستم. در از کسی که از تعالیم کلام خداوند اطاعت میکنه و به اون وفادار هست، خدا را عادل میدونه. پس وقتی که خدا را عادل میدونه، مطمئن هست این خدای عادل حافظ او هست، هرچند دشمنان او بسیار هستن، اما حافظ اون شخص هست. پس چون میدونه حافظ اون هست، بنابراین تمام دشمنی ها رو پاس میده به خود خدا، میذاره زیر صلیب مسیح. به طور خاص که ما که به مسیح ایمان آوردیم و اون به خوبی میدونه که حقیقتاً خدا سپر او هست و از اون دفاع میکنه. داوود پادشاه در سخن و دعایی که میگه در مزمور 3:1-3 بر علیه ابوشالوم پسر خودش که در کنار یارانش در اصل کودتا کرده بود، این گونه میگه: خداوندا دشمنان بسیار دارم، عده زیادی علیه من برخواستن، آنها درباره من صحبت میکنن و میگوین خدا او را کمک نخواهد کرد، اما تو ای خداوند همیشه سپر من در برابر خطرات هستی. آیا برای ماها پیش اومده که تو مشکلات و سختی ها هستیم، داریم دعا میکنیم، هنوز این مشکل حل نشده، هنوز اون دشمنیه تموم نشده، یه قصه دیگه پیش میاد، بعد افرادی که بی ایمان هستن میگن بابا ولمون کن، شما کلیسا میرید، کلام میخونید، دعا میکنید، بازم تو مشکلات هستید. داوود پادشاه این گونه داره صحبت میکنه: اما تو ای خداوند همیشه سپر من در برابر خطرات هستی، تو به من پیروزی میبخشی و به من شجاعت میدهی.
و کاملا در اصل داوود پادشاه داره میپذیره آنچه را که به عنوان عدالت خدا هستش. گاهی برای رفع مشکلی و یا سختی در زندگیمون وقتی درگیر اون میشیم نمیدونیم چه کار کنیم، هزاران موضوع در ذهن ما میاد، حتی افرادی هستن که سعی میکنن کمک ما کنن که برای رفع اون مشکل، ولی بازم ما میبینیم گویا که یک معماست، یک بن‌بست هست. و متاسفانه وقتی به اینجا میرسیم اگر روش درست رو ندونیم یا در اعمال و رفتارمون شتاب زده میشیم، هر کاری رو دوست داریم سریع انجام بدیم، هر پیشنهادی رو قبول میکنیم و یا نیز افسرده میشیم و بی تفاوت خواهیم شد نسبت به موضوعات که اطرافمون هست. اما به خوبی همه میدونیم که در کتاب ارمیا 33:3 میخوانیم که اعلام میکنه مرا بخوانید سپر شما خواهم شد. این رو میخوام بگم، سپرتون میشم و اون چیزایی که نه خودت میدونی نه دیگران میدونن کمکت کنن، نه وکیله میدونه نه دکتره میدونه نه متخصصه میدونه، من کمک تو خواهم کرد. ارمیا 33:3 آیه بسیار زیبا هست در این رابطه. پس خداوند به توسط حکمتش برای ما سپر خواهد شد و کمک ما میکنه. تصور کنید که این چند تا لامپ هم که تو کلیسا الان روشن هست خاموش بشه، اینجا کاملا تاریکی باشه. همه ما برای اینکه بتونیم از این فضای تاریکی بریم بیرون، حتی نسبت به یک نور ضعیف اهمیت میدیم، نگاه میکنیم اگه یه جایی یک روزنه‌ای باشه بلافاصله دوست داریم اون روزنه رو پیگیری کنیم. چقدر بیشتر تو مشکلات و سختیات هستی، به دنبال نوری باش که از خدا میاد، از خدا کمک بخواه تا نور زندگی تو باشه، تا قوتی باشه برای زندگی تو و ایامی رو که در زندگیت داری بتونه به تو کمک کنه. شاعری به خدا اینگونه میگه: من چیزی نمیبینم، هر چیز آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را میبینم و تو همه چیز را. اگه ما اینگونه ایمان داشته باشیم مطمئن هستیم که خداوند به موقع نیز عمل خواهد کرد. و در کتاب امثال 2:6-8 میخونیم که اعلام میکنه: زیرا خداوند حکمت را میبخشد و از دهان وی معرفت و فطانت صادر میشود به جهت مستقیمان، به جهت کسایی که طالب هستن خدا را بشناسن، با این چهار ذات میخوان آشنا بشن، میخوان کاملا خدا رو بشناسن. خدا براشون فقط یک خدای نمایشی توی کلیسا نیست، در زمان پرستش و موعظه کشیش حقیقتا خدا تعریف داره. حقیقتا صبح که بلند میشن تمام عشقشون اینه که برن در حضور خدا با این خدا صحبت کنن. نمیگن به خاطر که برادر رسول گفته بریم، عاشق این خدا هستن، رابطه دارن، همون گونه که زن و شوهرها همدیگر دوست دارن، صبح بلند میشن به هم میگن یک صبح بخیر، میگن آی لوف یو، میگن دوستت دارم، میگن شب همینطور به بچه‌هاشون، بچه‌ها به والدین میگن. میگه به جهت مستقیمان حکمت کامل را ذخیره میکند و برای آنانی که در کاملیت سلوک مینماید، یعنی به فکر اون هدف مقدس خلقت هستن، سپر میباشند تا طریق های انصاف را محافظت نمایند و طریق مقدسان خیش را نگاه دارد. باز اندیشمندی اعلام میکنه: آن که به خرد توانا شد ترس برایش نامفهوم هستش. و وقتی ما حکمت خدا را داریم هرگز نخواهیم ترسید. دو تاشو صحبت کردیم: عدالت و حکمت.